دیدار رهبر جبهه مقاومت ملی احمد مسعود با رهبران طالبان در مسکو. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه می نویسد: سفر قریب الوقوع احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و صلاح الدین ربانی به مسکو. منابع در جبهه مقاومت ملی تایید میکنند که قرار است احمد مسعود رهبر این جبهه و صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان به مسکو بروند. منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین قبلا عازم مسکو شده است. با گفته این منابع قرار است احمد مسعود و صلاح الدین ربانی در جریان همین هفته به مسکو سفر کنند. این در حال است که پیش از این رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی گفته بود ملا برادر و ملا یعقوب محرمانه بر روسیه سفر کردند. منابع هدف از سفر سران جبهه مقاومت ملی به مسکو را دیدار با این مقام های ارشد طالبان عنوان کردند. وزارت خارجه روسیه تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. منابع در حال از دیدار مخفیانه قریب الوقوع سران جبهه مقاومت و مقام های ارشد طالبان در مسکو خبر می دهند که هیئت بلندپایه طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان سرگرم دیدار با مقام های غربی در اسلو است. این در حال است که نشست اسلو با حضور طالبان در نروژ برگزار شده است. وارد دومین روز آن شد. در جریان روز اول هیئت طالبان که به نروژ سفر کردند با یک هیئت 16 نفری نمایندگان جامعه مدنی دیدار و گفتگو کردند. منابع گفتند که در نتیجه این دیدار که در فضای آرام دنبال شده بود، هیئت طالبان برگشت دختران به مکاتب را پذیرفتند و وعده دادند که وزارت امور زنان را نیز بازگشایی می کنند. همچنان در این نشست تأکید شد که به زنان معترض حق اعتراض داده می شود و کارمندان زن می توانند که در ادامه به اداره های دولتی بازگردند. قرار است در جریان این نشست هیئت طالبان با نمایندگان کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دیدار و روی موارد مختلف گفتگو کنند. وزارت خارجه آمریکا پیش از برگزاری این دیدار گفت که هدف اصلی برگزاری نشست اسلو تشکیل نظام سیاسی همشمول، دسترسی زنان به حقوق بشری و مبارزه با تروریسم است. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز تصریح کرد که آن کشور به دنبال رسیدگی به بحران افغانستان است. به این ترتیب اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا که در این نشست حضور دارند میخواهند که در کنار سایر موارد روی بحران‌های موجود در افغانستان نیز با هیئت طالبان بحث و گفتگو کنند. متاسفانه بحران بشری در افغانستان با گذشت هر روز بدتر می‌شود. در کنار سردی هوا، بیشتر کارمندان پیشین حکومت و نهادهای خصوصی که وظایفشان را از دست دادند در حال حاضر مجبور شدند که برای پیدا کردن نفقه خانواده‌شان در هوای سرد به دنبال پیدا کردن کار باشند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از ولایت‌های شمالی به ویژه بلخ نشر می‌شود که حتی دختران و زنان به دلیل نیازهای فوری زندگی از خانه‌هایشان بیرون می‌شوند و به امید پیدا کردن کار روزمزد در سرک‌ها می‌نشینند. مشخص است که حل بحران ها در افغانستان با توجه جدی جامعه جهانی نیازمند است. مقامات حکومت پیشین بریتانیا بارها از کشورها و نهادهای کمک کننده خواستند که توجه به حل بحران بشری در افغانستان را در اولویت کاریشان قرار دهند. حتی آنان گفتند که اگر مشکلات سیاسی سبب کندی این روند می شود، باید تعریف کمک‌های بشردوستانه تغییر کند. نشست اسلو زمینه گفتگو را فراهم می‌کند تا در کنار سایر موارد طرف‌ها روی ادامه بیشتر کمک‌های بشری توافق کنند.
نمایندگان کشورهای خارجی باید در کنار بحث روی سایر موارد راه‌های بهتر و مفیدتری را برای فرستادن کمک‌ها جستجو کنند. بی‌توجهی به حل فوری بحران بشری افغانستان در شرایطی که مردم توان سیر کردن شکمشان را ندارند می‌تواند مشکلات بیشتری را برای افغانستان، کشورهای منطقه و حتی جهان ایجاد کند. همچنان طالبان باید از طریق تعامل با کشورهای حاضر در نشست اسلو زمینه را برای جلب بیشتر کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند. این کمک‌ها نقش اساسی در تغییر وضعیت بشری در افغانستان دارد. پس از کمک نقدی 32 میلیون دلاری ملل متحد، ارزش دلار در افغانستان حدود 2 افغانی کاهش یافت و این مورد مستقیم روی قیمت مواد اولیه تأثیر دارد. ادامه این گونه کمک‌ها و گونه مستقیم با مردم افغانستان شریک می شود، می تواند وضعیت در افغانستان را دگرگون کند. بهتر است در شرایطی که مردم با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، مشکلاتشان نادیده گرفته نشود و طرف ها از هر راه ممکن برای حل سریع آن اقدام کنند. در همین حال، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از نشست نمایندگان حکومت سرپرست طالبان و شماره از چهره های سیاسی و اعضای جامعه مدنی در اسلو پایتخت نروژ استقبال کرده است. آقای کرزی روز دوشنبه 4 دلو با نشر خبرنامه گفته است که این نشست یک گام مثبت برای بیرون رفت از مشکلات موجود در کشور می باشد. با گفته رئیس جمهور پیشین افغانستان، تفاهم بین الافغانی که در آن اراده مردم تمثیل شود یگانه راه رسیدن به صلح و ثبات در کشور است. حامد کرزی از نروژ به دلیل برگزاری این نشست ابراز قدردانی کرده است. گفته نیست که نشست اسلو روز گذشته میان هیئت طالبان و شماره از فعالان سیاسی و مدنی در پشت درهای بسته برگزار شده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.